G4. آقای پاکتل مرسی که دوباره مثل همیشه به تیری پلاس لطف دارین و خواهش میکنم قبول زحمت کردین. اولا فردا بگیم که راضی بودین؟ بله خدا رو شوی حالا از فروشش و اینا نمیشه رضایت کامل داشت، ولی خب به هر حال سینمای گروه سینمایی هنر و تجربه یک حرکت نوپاس، باید حمایت کرد، باید هوادارش بود تا با آزمون و خطا هی تصحیح بشه، درست‌تر بشه. بالاخره نمیشه. ولی تجربه خوبی بود براتون. بله بله، همین که ما تونستیم فیلممون رو تو این وضعیت اکران بکنیم و اون کسایی که دوست داشت یه کاری هم کردین، شما به قول جوانه ترکون دیدین، یعنی یه فضای جدید ایجاد کردین. اونم دوستمون بود که به نمادین دست فروشی کردن و بعد شما کل فروش فیلم رو دادن، یه کار عجیب غریب بود. خب این تصمیم بود که آقای دلاویز تهیه کننده فیلم گرفته بودن. ایشون وقتی خبر رو خوندن خب به خاطر واقعا روحیه فرهنگی که داره خیلی ناراحت شد از این قضیه و دوست داشت که یک اتفاق ویژه‌ای انجام بده. با هم مشورت کردیم و گفت که من میخوام این کارو بکنم، به نظرتون ایراد نداره؟ گفتیم نه، چه ایرادی داره، خیلی هم خوبه. و کل عواید فروش رو تقدیم به آقای اسد. واقعا کار قابل تحسینی بود. نقش ابوطالب نقش حساسی بوده. بله. سخت نبود قبول کردن؟ اینکه نقش خوبی بود و بالاخره آدم لولش تو بازیگری عوض میشه، یه چیز سخت بودنش هم چیز دیگه است، کلی حساسیت روشه. آره، از اون جهت که مسئولیت سنگینی بعد از این فیلم به دوش من میفته، یعنی این که دیگه هر نقشی رو واقعا نمیتونم قبول کنم، چون میدونی این فیلم با باور مردم، با ایمان مردم سر و کار داره، نمیشه ایمان مردم و باور مردم رو خدشه دار کرد. بنابراین وقتی یک نقشه مثل نقش ابوطالب توی سینما کار میشه، باید خیلی دیگه مراقبت کرد، مواظب بود که به بیراه نره. آقا گیریمای عجیب غریبی هم داشتین دیگه. چند مقطع سنی شما بازی کردین ابوطالبو؟ من 3 مقطع سنی ابوطالبو بازی کردم، از 25 سالگی تا 75 سالگیشونو. فقط مقطع 75 سالگی گیریم سنگینی داشتم، اونا دیگه ریش خودم بود، اونقدر سخت نبود برام. ولی خب گیریم 75 سالگی نزدیک 9 ساعت طول میکشید. حوصله ای دو شب میرفتم تا 11 صبح طول میکشید. خواب بودین آقا زیر دست گیریمو؟ خیلی وقتا پیش میاد که آره خوابم میبرد، ولی خب شما تصور بکن که مثلا سه تا گیریمو که سه تا ایشون هم ایتالیایی بودن، زبونشون هم نمیفهمیدی حتی یک کلمه با هم. بعد ماشاءالله ایتالیایی هم یه عادت جالبی که داره اینه که همیشه دارن صحبت میکنن با هم و ستایه. آره دیگه، یعنی واقعا یه چی میشد که خوابم میبرد از خستگی. ولی خب اتفاقا اونام بعدشون نمیمد که من خوابم ببره، چون فیکس راحت باید میموندم که اینا 9 ساعت کار میکردن. اون لحظاتی که قطعه میچسبوندن اینه که خب عملا امکان که پذیر نبودن تو بخش دیگه و میکاپ با رنگ و اینا شروع میشد، آره راحت میشد خوابید. چیزی بی‌تعارف بگم، اینجور کارا مثل رستاخیز یا محمد رسول الله اینا، چیزی که ماها میشنویم اینه که پول عجیب غریبی بازیگراش نمیدن به واسطه اینکه کار بزرگه و اینا. ارزشش رو داشته؟ یعنی اذیت نشدین؟ بالاخره شما تو این مدت کارم زیاد از دست دادین دیگه. ببین، برای من واقعیتش اینه که مسئله مالی در مورد پروژه محمد رسول الله شاید بگم اولویت پنجم ششم من بود، اصلا به این موضوع فکر نمی کردم. ولی نه، به همون اندازه ای که نرم دستمزد بازیگری بل گرفت. یعنی کمتر از اون نمیده؟ چون من شنیده بودم که کم شایه است.
همون اندازه‌ای که فکر می‌کردم کافیه و اندازه است و درسته، یکم بالا پایین گرفتم. آقا مهدی، کار مجید مجیدی سخته؟ یعنی سختگیر خدایی آل بیتارف؟ چون آقای مجید مجیدی خودشون سابقه هنرپیشگی دارن، یه مقدار توی قضیه بازیگری و اینا آره سخت بود. فیلم های یعنی تجربه نشون داده فیلم های مذهبی بله و البته تاریخی سینمایی نمیفروشه و مردم دوستش نه، مثل ملک سلیمان. بله. این محمد آقای مجیدی میتونه این روند رو یعنی قیچی کنه و نشون بده که این فیلم ها مخاطب نظر هر کسی که هر چیزی بگه، مردم مهمه، نظر اونا قاطع و دقیقه، اونا دوستش روشن میرن میبینن قیمت بلیط هر چقدر که میخواد باشه. اینا یه ذره داستانه حاشیه‌ایه که میخوان بگن نه مردم، چرا جای مردم تصمیم میگیرن؟ مردم دوستش روشن میرن قطعا میرن میبینن و دوست خواهد داشت. یه رکورددار میشه فیلم مثل فیلم های دیگه سینما نیست، این یک شکل دیگه و یک روایت دیگه ای از سینمای تاریخیه. بازم بدون تعارف بگیم که فکر میکنین حضور فیلم محمد آقای مجیدی در افتتاحیه جشنواره مونترال به معنی اینه که ما سینمامون یه پله رفته بالا یا نه یه اتفاق عادیه؟ بخش مسابقه نیست، برای اونها افتخاره که این فیلم آغازگر جشنواره‌شون باشه و نمیدونم معنی اینو داره که سینمای ما یک پله رفته بالاتر. اینا رو شد دیگه من دقیق نمیدونم، ولی خب قطعا یه همچین تعبیری همشه، همچین تعبیری رو قطعا خواهد داشت. بله آقا خندبانه، ما مثلا اینکه اومدیم تو برنامه علیزی و گفتیم یه جورایی اومدیم پرزنت کردیم فیلمتون رو، ولی اینکه اومدیم خندبانه یه حضور تلویزیونی بود. بله. که معمولا این مدت اخیر ما عادت نشیم شما بیاین دیگه. یه بازیگر همیشه نیاز داره در اطرافمون ارتباط سالم و مستقیمی داشته باشیم. خب تلویزیون سال هاست که این جواب پس داده توی این قضیه بی‌واسطه بودن و برنامه رامبد هم که خیلی برنامه شیرین و دلچسب و باحالیه در حقیقت و خود رامبد هم من خیلی خوشحالم که این برنامه رو تحریزی کرده و داره اجرا میکنه، چون واقعا لبخند به لب مردم میاره. منم دوست داشتم که تو این برنامه باشم و کمک کنم اگر میشه یه هموطنم بخنده، یک هموطنم شاد باشه و فارغ از اون فضاهای رسمی برنامه‌های دیگه که خیلی خشک و جدی و رسمی همه میشینن، خیلی عصاقوب داده در مورد مسائل، انگار که میخوام تمام مسائل بشریت رو خواهم یه صحبت کردیم. خیلی دوست داشتم. خدا رو شکر. من یه سوال دارم، فالوور چند تا دارین شما؟ 660 و خوده ای، یعنی حدودا 350,000 تا از خانم طباطبایی پایین تره. 1,100,000 آره. یک میلیون و صد کل کل ندارین آقا، خیلی محبوبیت شون زارن تو اینستاگرام بیشتر. نه بابا داخل اون که
از طریق این دوربین مردم دعوت کنیم محمد رو ببینم و بعد اگر هم هنوز فردا اکرانش ادامه داره فردا هم دعوت کنیم ببینم. از همه مردم عزیز تقاضا میکنم بدون گوش دادن به حاشیه‌ها، حرفایی که پیرامونی فیلم بزرگ هست. ببینیم فیلم همون اندازه که بزرگه، حرفایی هم که پیرامونش میزنن بزرگ و زیاده. بدون گوش دادن به این حرفا برن فیلمو ببینن و از یک فضای شاعرانه و لطیف در مورد یک کودک لذت ببرن. فیلم فردام که خب خیلی گفتم یک فیلم مستقله، با پول تو جیبی بچه‌ها، با کمک‌های مالی خود بچه‌ها ساخته شده، خود کسایی که قلبشون برای سینما، برای ساحت بزرگ و شریف سینما میتبه ساخته شده. برید ببینید، فیلم قشنگیه، دوست داشتنیه، فیلم کیف میکنید. به خدا.